موتورفن ماشین من دائم به کاره، ولی هر چقدر کار میکنه نمیتونه آمپر آب ماشین رو پایین بیاره. توی این ویدیو دلایل یک سر کار کردن یا زیاد کار کردن موتورفن ها رو خدمتتون عرض میکنیم. پس افتخار بدید در ادامه با ما همراه باشید. خیلی مخلصی. عرض سلام، عرض ادب، خیلی خوش اومدید به کانال برق خودرو آجیان. یکی از مسائل مهم یا مشکلاتی که اکثر راننده ها با مواجه میشن کار کردن زیاد موتورفن هاست، به این صورت که هر وقت شما دقت میکنید میبینید موتورفن ماشینتون در حال کار کردنه و هر چقدر کار میکنه نمیتونه آمپر آب ماشین رو پایین بیاره. زمانی که شما ماشینتون رو روشن میکنید، مایع خنک کننده یا همون آب رادیاتور داخل بروکی سیلندرتون شروع به گرم شدن میکنه. وقتی که دمای آب رادیاتور میرسه به محدوده 90 درجه، ECU میاد یک منفی ارسال میکنه به این رلفن‌ها. رلفن‌ها عمل میکنن و موتورفن‌ها رو روی دور کند راه اندازی میکنن. زمانی که باید این موتورفن کار کنه تا دمای مایع خنک کننده یا آب رادیاتور برسه به محدوده 85 درجه و ECU منفی این رله رو قطع کنه و موتورفن رو خاموش کنه، توی ماشین های مختلف متفاوت هست. عواملی مثل آب و هوای محیط اون ماشین، ترتمیز بودن مکانیزم گردش آب اون ماشین توی زمان کار کردنه، این موتورفن ها دخیل هستن. ولی به طور میانگین اگر مکانیزم گردش آبتون میزون باشه، رادیاتور تمیزی هم داشته باشید، حدود 1 تا 3 دقیقه زمان میبره که آمپر آب ماشینتون از 90 درجه بیاد به 85 درجه برسه و ECU موتورفن رو خاموش کنه. حالا گاهن پیش میاد که این زمان خیلی بیشتر از 1 تا 3 دقیقه هست. گاهن توی بعضی از ماشینات 10 یا 15 دقیقه این موتورفن بیچاره باید کار کنه، آخرش هم نمیتونه آمپر آب رو پایین بیاره. این موضوع میتونه چند علت اصلی داشته باشه که در ادامه خدمتتون عرض میکنیم. هدف ما کاهش هزینه‌های ماشین شماست. پس اگر اتفاقی ما رو میبینید افتخار بدید، اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر ویدئوامون براتون مفیده با لایک ما انرژی و انگیزه میدید. وقتتون رو نگیرم، بریم سراغ دلایل اصلی زیاد کار کردن موتورفن. اولین علت که باعث میشه موتورفن‌های ماشینتون زیاد توی مدار باشن، کثیف بودن رادیاتور ماشینتون هست. جرم گرفتن رادیاتور و یا خاک گرفتن پره‌های رادیاتور باعث میشه که هوایی که این موتورفن‌ها تولید میکنن نتونه از بین پره‌های رادیاتور عبور کنه. در نتیجه مایع خنک کننده یا همون آب رادیاتور خنک نمیشه و همین کثیف بودن رادیاتور باعث میشه که این موتورفن زیاد کار کنه. اون کثیفه، این باید زیاد کار کنه. ممکنه شما دوست عزیز بفرمایید که رادیاتور ماشینم رو تازه سرویس کردم یا اصلا کلا نو شده رادیاتور ماشینم، ولی موتورفن کماف سابق خیلی توی مداره و زیاد باید کار کنه تا موتور رو خنک کنه. دومین علت که باعث میشه موتورفن هر چقدر کار کنه نتونه موتور رو خنک کنه، خراب بودن ترموستات ماشینتون هست. اگر این ترموستات به صورت کامل باز نشه، گردش آب توی بلوکی سیرن و رادیاتور ماشینتون به درستی انجام نمیشه و باعث میشه که دما دیرتر پایین بیاد. پس اگر موتورفن زیاد کار میکنه، دومین جایی که باید بررسی کنی سلامت ترموستات ماشینتون هست. ترموستات رو حتما از مارکای خوب استفاده کنید. توی بازار مارکای به درد نخور و متفرقه زیاد هست. بهترین مارکای ترموستات در حال حاضر مارک ایساکو و سایپا یدک هست. حالا ممکنه شما بفرمید آقا رادیاتور ماشینم اصلا نو شده، ترموستات ماشینم هم رفتم مارک ایساکوی انداختم و نو کردم، ولی کماف سابق این موتورفن زیاد باید کار کنه تا آمپر پایین بیاد. دوستان، سومین علت که باعث میشه موتورفن ها زیاد توی مدار باشن، کثیف بودن رادیاتور بخاری ماشینتون هست. اگر توی مکانیزم ماشینتون از آب رادیاتور استفاده نکردید، اگر ضد یخ نریختید، حتما برو رادیاتور بخاری رو بررسی کن، چون که اولین جایی که جرم میگیره و کثیف میشه و کیپ میشه رادیاتور بخاری ماشینش. پس دوستان، هر ایرادی که توی مکانیزم گردش آب ماشینتون وجود داشته باشه باعث میشه که این موتورفن زیاد کار کنه. اینجا به ترتیب اولویت براتون چیدیم: اول کثیفی رادیاتور موتور، چه از بیرون و چه از داخل، دوم خرابی ترموستات، سوم گرفتگی رادیاتور بخاری و چهارم هم این کدخدا واترپمپ.
اگر پره های واتر پمپتون هم خراب باشه باعث میشه که گردش آب به درستی انجام نشه و موتورفن زیاد توی مدار باشه. حالا ممکنه شما دوست عزیز بفرمایید رادیاتور ماشینم سرویس شده، رادیاتور بخاری هم شستشو دادم، ترموستات هم نو کردم، ولی کماکان آمپر آب ماشینم دیر پایین میاد و موتورفن ماشینم زیاد کار میکنه. رفقا، خراب بودن فشنگی آب یا رله های فن در دور کند و دور تند هم میتونه باعث زیاد کار کردن یا یک سر کار کردن موتور فنها باشه. بحث زیاد کار کردن یا یک سر کار کردن موتور دو تا بحث جدا و مجزاست، ولی گاهن پیش میاد که رله های دور کند یا دور تند به درستی قطع نمی کنن و گیر می کنن. این موارد هم داشتیم. با دیاگ باید از سلامت فشنگی آب مطمئن بشید و همچنین با دیاگ و تست عملگر از سلامت رله فنها. نکته مهم بعدی که باعث میشه موتور فن زیاد توی مدار باشه و معمولا کسی بهش توجه نمیکنه ریمپ اشتباه است. زمانی که شما میایید با ریمپ ECU دمای راه اندازی موتور فن ها رو پایین میارید، باید به دمای خاموش شدن موتور فن دقت بفرمایید که در چه دمایی موتور فن ماشینتون خاموش بشه. اگر این دما رو زیاد پایین آورده باشید باعث میشه که موتور فن دائم توی مدار باشه و به این راحتی قطع نکنه. دوستان، حتی وجود ضعف توی اتصالات مثبت و اتصالات منفی ماشینتون هم باعث میشه که موتور فنتون سرعت لازمه رو نداشته باشه و آمپر آب بالا بیاد. پس همونطور که میبینید اگر آمپر آب توی ماشین شما بالا میاد و موتور فن زیاد میچرخه، باید دلایل زیادی رو شما بررسی کنید. از وجود ایراد توی مکانیزم گردش آبتون بگیر تا فشنگی آب، رله ها و حتی اتصالات منفی و مثبت و همچنین ریمپ های اشتباه و این اضافه کردن های فشنگی های حرارتی و مقاومت هایی که بعضی از دوستان حالا ناشیانه این کارو انجام میدن، تمام این عوامل دست به دست هم میده که موتور فن زیاد توی مدار باشه و خنک‌کاری موتور ماشینتون به درستی انجام نشه و بعد از چند وقت مجبور باشید موتور فن رو تعویض کنید و هزینه گردنتون بیفته. حالت فابریکی موتور ماشینتون رو دستکاری نکنید. دوستان، بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید. توی این ویدیو ما سه علت رو خدمتون گفتیم که باعث میشد موتور ماشینتون توی سربالایی ها داغ کنه. هدف ما توی این کانال اینه که هزینه های تعمیر نگهداری ماشین شما رو پایین بیاریم. پس اگر اتفاقی ما رو میبینید لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر ویدیوهامون به نظرتون مفیده با لایک به ما انرژی و انگیزه میدید. ان شاءالله هر جای دنیا هستید در پناه خدا باشید، تو راه نمونید. دمتون گرم.